انتخابات ریاست جمهوری بسیار مهم است، انتخابات شوراها بسیار مهم است. توجه بشود که توجه به انتخابات ریاست جمهوری نتواند اهمیت انتخابات شوراها را از چشم مسئولین، از چشم مردم، از چشم نخبگان دور بدارد. اینی که ما از سطح روستا و شهر تا سطح کشور کارها رو، تصمیمها رو در نهایت به دست مردم می سپریم، این خیلی حادثه مهمی است. شوراها مظهر یک چنین چیزی است. دستگاه ریاست جمهوری هم که اهمیتش معلوم است، قانون اساسی و قوانین جاری کشور، این همه فعالیت و تلاش و امکانات و بودجه و راه‌های پیمودن به سمت آرمان‌ها رو در مقابل دستگاه دولتی و رئیس جمهور قرار داده است، پس بنابراین فوق العاده مهم است. حضور مردم است که به نظام اسلامی و به کشور عزیز ما مسئولیت می‌بخشد. حضور مردم است که عوامل قدرت و قوت را در درون ما تقویت می‌کند، علم ما پیشرفت می‌کنه، بصیرت ما پیشرفت می‌کنه، سازوکارهای مدیریت ما پیشرفت می‌کند، همچنانی که پیشرفت کرده است در طول این سال‌ها. این به خاطر حضور مردم است، به خاطر انگیزه های مردم است. میخوان این انگیزه ها نباشد، لذا سعی میکنن انتخابات رو بی رونق کنن. من عرض بکنم اونچه که انسان از فضل الهی سراغ دارد، از همت این مردم عزیز سراغ دارد، انشاءالله به توفیق الهی، به اذن الله، این انتخاباتی که در پیش است یکی از بهترین و پرشورترین انتخابات های ما خواهد بود. راه اساسی برای اینکه مشکلات انتخاباتی پیش نیاد التزام به قانون است. این را من عرض بکنم، آحاد مردم در هر جای کشور که هستند، در شهر، در روستا، در مرکز، در کلان شهرها و در همه جا بایستی به دنبال این باشند که هر کسی حرفی میزند بر اساس قانون باشد، هر کسی توقعی دارد بر اساس قانون باشد. اونهایی که اون سال اون خسارت رو به کشور و به ملت وارد کردن و هزینه برای کشور درست کردن، اگر تسلیم قانون بودن اینجوری نمیشد. راه هزینه درست نشدن التزام به قانونه. این توصیه من به شما مسئولان محترم انتخابات هم هست، قانون را معیار قرار بدید، انگیزه لازم را برای حرکت داشتن حماسه به وجود میاد و انشالله به فضل الهی، به توفیق الهی، این حماسه به وجود خواهد آمد. در این زمینه آموزش و پرورش نقش آفرین است، نقش آفرینه. ای بسا دانش آموزی که خود او هنوز در موقعیت قانونی برای رأی دادن نیست، اما میتوانه خانواده خود را تحت تأثیر قرار بدهد برای ورود در این میدان. برای و کشور ما و ملت بزرگ ما با اهداف و آرمانهایی که دارد به حماسه سازی در بخش‌های مختلف نیاز دارد. پیشرفت‌های ملت ایران در این سه دهه متناسب با 30 سال نیست. یه نمونش مسئله پیشرفت‌های علمی است که اینو مجامع جهانی چاره‌ای ندارند که اعتراف کنند که اعتراف کردند. سرعت پیشرفت 11 برابر یا 13 برابر متوسط جهانی. این شوخیه. سرعت پیشرفت، ما با این سرعت پیشرفت هنوز از لحاظ علمی عقبیم. ببینید چقدر عقب بودیم. با اینکه
بیش از 10 برابر سرعت متوسط سرعت جهانی داریم حرکت میکنیم، هنوز عقبیم. پس این سرعت را باید حفظ کرد. این بخشی است که اعتراف میکنن، یک بخشای هم است که دشمن نباید اعتراف کنه، اعتراف نمیکند. در زمینه سیاسی همین جور است، در زمینه اجتماعی همین جور است، در زمینه سازندگی کشور همین جور است. امروز من اونی که بنده تشخیص میدم که بررسی حرکات دشمن نشان میدهد، دشمن امروز که حدود 5 ماه به انتخابات ما داریم، ذهنش متوجه انتخابات ماست. انتخاباتی که در پیش داریم در خرداد آینده از نظر ما مهم است، از نظر دشمن هم مهم است، حواسش به اون انتخاباته. اگر می توانستن کاری می کردن که اصلا انتخابات انجام نگیره، که خب این کار براشون میسور نیست، مقدور نیست، مایوسن از این که بتوانن این کار را انجام بدن. یک بار بعضی ها تلاش کردن که انتخابات مجلس را عقب بیاندازن، حتی به ما گفتن اگر میشه 2 هفته عقب بندازید. گفتیم نمیشه، انتخابات باید در همون روز خودش انجام بگیره، یک روزم نباید عقب بیفته. نتوانستن، دستشون به جایی نرسید. اینو تجربه کردن، میدانن انتخابات عقب افتادنی نیست، دنبال راه‌های دیگه‌اند. یکی از کارها این است که کاری کنن که انتخابات بدون حضور پرشور و همگانی مردم برگزار بشه. یکی از هدف‌ها اینه. این از حالا همه بدانن. اون کسانی که ممکنه از سر دلسوزی حالا راجع به انتخابات یه توصیه‌های عمومی میکنن که آقا انتخابات اینجوری باشه اونجوری نباشه، حواسشون باشد به این مقصود دشمن کمک نکنند، مردم را از انتخابات مایوس نکنند. هی نگن انتخابات باید آزاد باشه. خب معلومه که انتخابات باید آزاد باشد. مگه از اول انقلاب تا حالا ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟ تو کدام کشور دیگر انتخابات از اونچه که در ایران می‌گذرد آزادتر است؟ کجا صلاحیت‌ها ملحوظ نمی‌شد، ملاحظه نمی‌شود که اینجا روی این مسائل هی تکیه بکنن، هی بگن، هی تکرار کنن؟ یواش یواش این ذهنیت رو به خیال خودشون در مردم به وجود بیارن که خب فایده ای نداره این انتخابات. این یکی از خواسته های دشمن است. اون کسانی که در داخل این حرفا رو میزنن ممکنه غفلت بکنن. من میگم غفلت نکنید، حواستون باشه کار شما جدول مورد نظر دشمن را پر نکنه، مقصود او را تکمیل و تتمیم نکنه. این یکی از راه‌های از شور و هیجان انداختن انتخابات. یکی این است که به مردم گفته بشود، تلقین بشود که انتخابات سلامت لازم را ندارد. نه، البته این رو ما هم تأکید میکنیم، بنده هم تأکید میکنم، انتخابات باید سالم برگزار بشود. منتها این راه داره. در جمهوری اسلامی، در قوانین ما، راه‌های بسیار خوبی برای حفظ سلامت انتخابات پیشبینی شده است، راه‌های قانونی. البته کسانی بخوان از طرق غیر قانونی عمل کنن، خب به ضرر کشور میکنن، کما اینکه در سال 88 از راه غیرقانونی وارد شدن، کشور را دچار هزینه کردن، برای مردم اسباب زحمت درست کردن، برای خودشونم اسباب بدبختی و سرشکستگی در زمین و در ملأ اعلا شدن. خود اعتمادهای محترم وقتی که
ازشون سوال کردن که اگر چنانچه شورای نگهبان نظری بده شما تمکین میکنید، همشون گفتن بله ما تمکین میکنیم، تمکین هم کردن. ما باید واقعا تشکر کنیم از همه این نامزدها، اونایی که حالا به نحوی صلاحیتشون احراز نشد، واقعا باید تشکر کنیم. اینا گفتن تمکین میکنیم از نظر شورای نگهبان و به قول خودشون عمل کردن، تمکین کرد. این نشان دهنده اهمیت و ارجحیت قانونه، نشان دهنده کاربری قانونه. خدای متعال هم امیدواریم دلها رو هدایت کند به اونچه که برای کشور بهتر است. انشاءالله خدای متعال اگر من و شما که میخواهیم رأی بدیم، ما با نیت صادق و خالص و برای انجام وظیفه و برای آینده کشور وارد میدان بشیم و تصمیم بخواهیم بگیریم، خدای متعال هم در این صورت دلهای ما رو هدایت خواهد کرد. خدای متعال هدایت میکنه دلها رو انشاءالله، به شرط اینکه ما حقیقتا در صدد این باشیم آحاد مردم در صدد این باشن که وظیفه‌شون رو انجام بدن. چون این انتخابات بارها گفته شده از هم حق مردم است، هم وظیفه مردم است. هم باید حق رو استنقاض کنیم، هم باید وظیفه رو به خوبی انجام بدیم. این انتخابات یک چنین حالتی دارد. کسانی هم که صلاحیت ها رو میخواهن ملاحظه کنن، بر اساس او تصمیم گیری بکنن، همه چیز رو در کنار هم باید ببینن. اینا خصوصیاتی است که در انتخاب اون کسی که ما میخواهیم کلید کشور را، کلید اجرای کشور را به او بسپریم نقش داره. ما مردم تصمیم گیریم در این زمینه. هیچ کس هم نگه که رأی من یک نفر چه اثری دارد. میلیون ها از همین یک نفرها تشکیل می شود. همه احساس وظیفه کنند، انشاءالله وارد میدان بشن و همینجور هم خواهد شد به توفیق پروردگار. این عزم و اراده های راسخ مصنوع ید قدرت الهی است و انشاءالله خدای متعال در این انتخابات هم به این مردم کمک خواهد کرد. انشاءالله انتخابات مجلس نهم پرشور، با احساس، با بصیرت، با حضور فراوان مردم انشاءالله انجام خواهد گرفت. اونچه که انسان رو به اعجاب وادار می کند، اونچه که انسان رو در مقابل عظمت این ملت کوچک می کند، چقدر این ملت با عظمت هست، همین بصیرت و موقع شناسی ملت ایران است. این بصیرت بی‌نظیر مردمی، این موقع شناسی انسان را دچار اعجاب می کند. این است که ملت را نگه داشته است، این است که کشور را حفظ کرده است. فهمید ملت ایران که امروز دشمن این هدف را دارد، با عمل خود زد توی دهن دشمن، با حضور خود تبلیغات دشمن را خونسا کرد. ما یک روزی در قانون اساسی نخست وزیر داشتیم و رئیس جمهور با یک شکل خاصی. بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادن بنشینید، گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینن، اونچنان که بر طبق نیاز هست اون رو تغییر بدن. همین کار رو هم کردن. یا در زمینه قضا همینجور، در آینده هم اینا قابل تغییره. ما امروز نظاممون نظام ریاستی است، یعنی مردم با انتخاب مستقیم خودشون رئیس جمهور رو انتخاب میکنن. تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه شده است. اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک، که احتمالاً آینده های نزدیک چنین چیزی پیش نمیاد، احساس بشود که
به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، مثل که در بعضی از کشورهای دنیا معموله. هیچ اشکال ندارد، میتوانه این رو تبدیل کنه نظام جمهوری اسلامی، این خط هندسی رو به این خط دیگر هندسی، تفاوتی نمی کنه.